بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض به خدمت شما که امروز ما میخواییم راجع به توابع نمایی و لوگاریتمی صحبت کنیم. حالا اگر که ذره انتهای کلاس هم وقت کنم شروع میکنیم راجع به توابع وارون مثلثاتی صحبت کردن. البته در مورد توابع وارون مثلثاتی حالا دیگه اسلاید هم هنوز کامل آماده نیست، یواش یواش فکر کنم کار به اینجا میرسه، از یه جایی به بعد من تو کلاس باید شروع کنم به نوشتن، ولی حالا ببینیم چه شکلی میشه. ببینید دوستان، در مورد توابع نمایی ما قبلا برای اعداد طبیعی x به توان n رو تعریف کردیم، میدونیم چه شکلی. خب x به توان n یه چیزی بود که یه خلاصه‌ای بود واسه نوشتن n بار x رو تو هم ضرب کنیم. منتها اون موقعی که اول کار که توان رو میدیدیم فکر نمی‌کردیم این تعریف خیلی ساده و گوگوری مگوری بخواد اینقدر به مرور زمان پیچیده بشه. چرا میگم پیچیده؟ به خاطر اینکه خب بعداً گفتیم حالا x به توان 0 هم برای همخوانی با این، یعنی x به توان n و از x به توان n به علاوه 1 با یه بار تقسیم به x کردم میتونم به دست بیارم، پس x به توان 0 هم میتونم مثلا x رو یه بار تقسیم بر x کنم، اینم میشه 1. بعد گفتم خب حالا اینجوری توان 1 رو به دست آوردیم، حالا توان منفی 1 هم دوباره خب یه بار دیگه تقسیم بر x کنیم به دست بیاد، توان منفی 2 به دست بیاد و خب x به توان منفی n هم در حقیقت برای n طبیعی باز به همین روش ما تونستیم تعریف کنیم. نهایتاً با توجه به خاصیت در حقیقت ضرب توان ها، یعنی x به توان m به توان n که میشد x به توان m ضرب در n، گفتم خب آقا توانای گویار هم میتونیم تعریف کنیم، در حقیقت ریشه انوم x که فقط اگه n زوج باشه برای فقط اعداد نامنفی تعریف شده، در حقیقت گفتیم خب ریشه انوم x یا x به توان 1 انوم رو ما به صورت وارون تابع x به توان n تعریفش میکنیم، یعنی میگیم که خب همون جور که x به توان n میرسونیم وارونش رو میگیریم میشه x به توان 1 انوم، یا در حقیقت برای n فرد به عنوان وارون تابع x به توان n. فقط فرق این دوتا حالت اینه که برای n‌های زوج این فقط رو اعداد نامنفی تعریف شده، برای n‌های فرد رو کل r تعریف شده. و خب نهایتاً به کمک در حقیقت این ماجرا من تونستم به ازای اگه m یه عدد صحیح دلخواه و n یه عدد طبیعی باشه، x به توان m انو به صورت x به توان 1 انو به توان m تعریف کنم. بنابراین در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من به ازای تمام اعداد گویا تونستم x به توان یه عدد گویا رو تعریف کنم. منتها چالشی که وجود داره اینه که خب خیلی وقتا ما این چیزی برای اعداد گویا تعریف کنیم، سوال اینه که آیا برای اعداد حقیقی هم میتونیم این کارو بکنیم یا نه. یعنی فرض بکنید که x یه عددیه که در حقیقت توی اعداد گنگ یا عدد غیر گویاست و سوال اینه که آیا من آب توان x رو میتونم تعریف کنم یا نه. من الان یک تعریف غیر فرمالی از این ایده بهتون میدم و بعدش حالا به مرور زمان اینو میگم چه جوری ما دقیق دقیق دیگه میتونیم همه اینا رو تعریف کنیم. دقت کنید که من اگر که یه عدد گنگی به من داده مثل x به من داده شده باشه، من میتونم با یه دنباله از اعداد گویا هی بهش نزدیک و نزدیکتر بشم. طبیعی ترین گزینه‌ام اینه که بیام این تخمین عدد گنگو با بست اعشاریش بگیرم. مثلا فرض کنید این عدد پای همون 3.14 اینا رو در نظر بگیرید، خب من میتونم با یه عدد گویایی هی به این نزدیکتر بشم. مثلا سه یه عدد گویاست که خیلی بهش نزدیکه، کمتر از یک واحد باش فاصله داره. 3.1 یه عددیه که کمتر از 0.1 فاصله داره با پای. 3.14 یه عددیه که کمتر از 0.01 فاصله داره. 3.141 یه عددیه که کمتر از 1000 فاصله داره. و اگه دقت کنید اینا خب اعداد گویان دیگه، اینا همه اعداد گویان. و خب من مثلا اگر بخوام 2 به توان پای تعریف کنم، 2 به توان پای نمیدونم چیه چون من توان گنگو بلد نیستم چیه، ولی 2 به توان 3 رو بلدم چیه، این 8ه. 2 به توان 3.1 شماها احتمالا حفظ نیستید، ولی با توجه به این چیزی که گفتیم من 2 به توان 3.1 هم میتونم تعریف کنم. اگه حساب کنید یه عددیم توی این مایاز 8.5481488 اینا، 2 به توان 3.14 بخوام تعریف کنم میشه 8.81، 2 به توان 3.141 میشه 8.821 و همینطوری میره جلوتر. ای دقت کنید من همینجور که دقت ارقام پایو دارم بیشتر و بیشتر میکنم، اینور توی 2 به توان x هم هی ثبات بیشتری دارم میبینم. از همینجا کلن عدد 8 که رقم اوله ثابته، یه ذره جلوتر میریم عدد 8 بعد از
رقم اول بعد از ممیز هم ثابت میشه، یه ذره جلوتر میریم عدد دوش هم ثابت میشه، یه ذره جلوتر میریم عدد چهار. و اگر این کارو من همینجور ادامه بدم میبینیم واقعا من هی نزدیک و نزدیکتر میشم به یه عددی مثل 8 ممیز 82 49 78 و حالا ادامه ماجرا. پس در حقیقت من یک ایده ای دارم که چجوری میتونم یک عددی به توان یه عدد گنگو تعریف کنم. منتها این قصه ظرافتی داره که من الان نمیخوام راجبش صحبت کنم. ایده کلیشو گرفتید، فقط انقدر بدونید که این ایده درست کار میکنه. یعنی اگه من بیام یه عدد گنگو هی ذره ذره با رقمای بیشتر بعد از اشارش تخمین بزنم و این دو به توان اینا رو حساب کنم، اینا به یه عددی هی نزدیک و نزدیکتر میشه که اون وقت من این میشه چیز میشه به سمت اون عدد نهایی میل میکنه. منتها مثلا یکی از ظرایف ساده که حالا یکی از دوستاتون هم به درستی بهش اشاره کرد چیه؟ دقت کنید ببینید بچه ها، من اینجا که میخواستم توان گویا رو تعریف کنم، وقتی میخواستم x به توان یک انوم تعریف کنم، اینو من برای n زوج و فرد متفاوت گرفتم. خب وقتی من به توان عدد x به توان یک انوم که n زوج بود گرفتم، این دامنه و بردم جفتش اعداد حقیقی نامنفی بود. خب و اینجا نگاه کنیم، مثلا من با این نمایندگی که دارم میذارم، این در حقیقت 31 تقسیم بر 10 دیگه، یعنی این مخرجش گویاست، یا این یکی مخرجش زوجه، یا این 314 تقسیم بر 100. خب حالا من میدونم میتونم ساده بکنم و اینا، شاید مخرج فرد بشه، ولی برای اینکه این چیزا دردسر برامون درست نکنه، من این کارو فقط و فقط برای ایکس های نامنفی انجام میدم. خب یه بخش فقط برای آی نامنفی انجام میدم، فقط برای آهای نامنفی انجام میدم. دقت کنید که اینجا رو زدم آ متعلق به آره نامنفیه، چون نگاه کنید وقتی من میخواستم x به توان یک n رو متعریف کنم، اگه دامنم اعداد مثبت بود، یعنی رو اعداد مثبت تعریف کرده بودم، من مشکلی نداشتم، من هر عدد مثبتی به توان یک n رو میتونم تعریف کنم. پس برای این ماجرا من فرض میکنم که این عددم مثبت باشه که وقتی میخوام به توان یک n برسونم به چالش بر نخوریم. خب پس دقت کنید که من آ به توان x رو وقتی که x گنگه، برای عدد گویا مشکل نداره، اگه عدد گویا یه جوری با همون قراردادهای پیشین میتونی تعریف کنی مشکل نداره، ولی برای اعداد گنگ من آ به توان x رو اگه x یه عدد گنگ باشه فقط و فقط برای آهای نامنفی تعریف میکنم. اوکی و یه لحظه دقت کنید دیگه، من اینجا آ رو به توان x دارم میرسونم، اینجا x رو داشتم به توان یک n رو میرسوندم، اینجا قاطی نکنید، این x با اون x فرق فکوله، یعنی اینجا x پایه است، اینجا نماه. خب یعنی این دو تا رو با هم قاطی نکنید، یعنی این صفحه با اون صفحه متفاوته، دو قصه متفاوته. اوکی پس من آ به توان x رو با یه همچین ایده ای حداقل برای آ مثبت و هر عدد گنگ دلخواهی میتونم تعریف کنم. برای من اگه آ مثبت باشه، من آ به توان هر عددی رو میتونم تعریفش کنم. اوکی خب ببینید بچه ها، من پس در حقیقت اگر که آ یه عدد مثبت باشه، خب من آ به توان x رو به عنوان یه تابع از r به r مثبت میتونم تعریفش کنم. خب و در حقیقت این تابع از r به r مثبت پوشاست، یک به یک پوشاست. حالا اینو بعداً یه ذره بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. من تا دو سه تا حالت خاص رو من اول توضیح بدم. به این یک به توان x همواره یکه. خب این که هیچی. x به توان صفر همواره یکه، باز دوباره اگه که x ناصفر باشه. صفر به توان x هم همواره در حقیقت میشه صفر اگر که x ناصفر باشه. حالا همین الان اگه نگاه کنید، این صفر به توان صفر در حقیقت اگر که من از چشم x به توان صفر بخوام بهش نگاه کنم، باید بهش بگم یک. اگر از چشم صفر به توان x بخوام بهش نگاه کنم، باید بهش بگم صفر. در حقیقت صفر به توان صفر من هیچ روشی که اینو درست تعریف کنم ندارم. خب و بنابراین در حقیقت من صفر به توان صفر رو تعریف نشده میگیرم. دقت کنید، من صفر به توان صفر یه عدد نیستش. اوکی و بچه‌ها حالا آ به توان x رو، پس من حالا بعد از این که در مورد این صفر و یک و اینا صحبت کردم که چجوری میخوایم اینا رو هندلشون کنیم به قول معروف، یعنی بدونیم که با صفر و یک و اینا چی کار کنیم، حالا میتونم برای سایر آها راجبش صحبت کنم ببینم که چه اتفاقی میفته.
ببینید اگر آ بزرگتر از یک باشه، خب عرض به خدمتتون که اتفاقی که میفته این تابع آ به توان ایکس، اولا تابع آ به توان ایکس خب همیشه تو صفر که دیدیم از یک میگذره، برای آی بزرگتر از یک این یه عدد، یه چیزیه که به سمت منفی بی نهایت که میریم خیلی آروم میاد میخوابه روی خط صفر، همینطور که میدونیم یعنی به صفر میل میکنه تابع، حدش توی منفی بی نهایت صفره. خب و به سمت مثبت بی نهایت که میریم خیلی سریع و تند این به سمت بی نهایت میره. این که میگم خیلی سریع و تند به سمت بی نهایت میره، حالا بعدن بهتون میگم دقیقا به چه معنا سریع و تند میره، ولی فعلا حالا در حد دونستن ساده دقت کنید که من هرچی برای آی بزرگتر از یک، هرچی آ بزرگتر بشه، خب آ به توان ایکس هم بزرگتر میشه دیگه. دقت کنید مثلا سه به توان دو از دو به توان دو بزرگتره، سه به توان چار از دو به توان چار بزرگتره، سه به توان ده از دو به توان ده بزرگتره. برای این مثلا من از دو به سه برم، این نموداره خیلی باید سریعتر بلند بشه. اگه به ده به توان نمیدونم سه برم، خیلی خیلی سریعتر داره میره. پس در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من همینجور که آ بزرگتر میشه، این در حقیقت هی نموداری میشه که اینجا سریعتر به بی‌نهایت میره، اینجا هم سریعتر به صفر میل میکنه. اوکی؟ پس این تا اینجا. و برای آ کوچیکتر از یک، دقت کن که آ کوچیکتر از یک در حقیقت یک آم به توان ایکس میشه مثل یه عدد بزرگتر از یک به توان ایکس دیگه. در حقیقت این رفتارش دقیقا این میشه که نسبت به محور وای قرینه کنید، یعنی آ یک آم رفتارشون قرینه اهم میشه. مثلا این میشه یک دهم به توان ایکس که وقتی به سمت منفی بی نهایت میری به سمت بی نهایت میره، وقتی به سمت مثبت بی نهایت میری میاد خیلی سریع به سمت صفر میره. این مثلا میشه حالا دو هفته هم به توان یک تقسیم بر دو هفته هم به توان ایکس، این هم مثلا میشه یه دوم به توان ایکس. اوکی. و اگه دقت کنید اینا به ازای تمام مقادیر مختلف آ به جز یک برای مثبت، این رو دامنش کل اعداد حقیقیه و بردش تمام اعداد مثبت رو میپوشونه. خود صفر رو نه، دقت کنید خود صفر رو نمیپوشونه، ولی تمام اعداد مثبت رو میپوشونه. پس این برای آی بزرگتر از یک جهت آ که بیشتر میشه هی نمودار اینطوری میاد، اینجا آ که کوچیکتر میشه هی اینوری میادش. پس این از تعریف آ به توان ایکس. من چند تا خاصیت از این تابع در حقیقت نمایی و راجعش صحبت کنم. پس فرض کنید آ به اعداد مثبت باشن و ایکس و وای اعداد حقیقی باشن. خب آب توان صفر رو که خب دیدیم یکه، کلن اینو که داریم همیشه. خب من توان خاصیت جمعی شدن داشت، یعنی من آ رو به توان ایکس به علاوه وای میرسوندم میشد آب توان ایکس در آب توان وای. این تعریف از توان کماکان توی این ویژگی صدق میکنه، یا آب توان منفی ایکس کماکان میشه یک تقسیم بر آب توان ایکس. اینو با استفاده از این دوتا میشه راحت به دست آوردش دیگه. در حقیقت آب توان ایکس منهای ایکس میشه همون آب توان صفر که میشه یک، بنابراین آب توان منفی ایکس میشه یک تقسیم بر آب توان ایکس. و مثلا آب توان ایکس منهای وای خب میشه آب توان ایکس تقسیم بر آب توان وای. اینا چیزایی که شما حتما قبلا بر توان دیده بودید و اینجا کاملا برقراره. دوباره آب توان ایکس به توان وای میشه آب توان ایکس ضرب در وای، و توان نسبت به ضرب خاصیت پخشی داره، یعنی آب توان آ ضرب در بی رو به توان ایکس برسونم، این میشه آب توان ایکس ضرب در بی به توان ایکس. اوکی. پس اینا خاصیت هایی که همه شما قبلا در مورد توان دیده بودید. اما در مورد لوگاریتم ها، خب ببینید بچه ها، من دیدم که اگر که آ یه عدد مثبت غیر از یک باشه، این تابع اف ایکس مثل آ به توان ایکس از آر به آر مثبت یه تابع یک به یک و پوشاه، یعنی در حقیقت به ازای هر دوتا مقدار مختلفی که من دارم یعنی ایکس و وای این نامساوی باشن، آ به توان ایکس و آ به توان وای متفاوتن، و از اون طرف هم پوشاست به این معنی که بالاخره هر عدد حقیقی مثبتی بگیری آ به توان یه چیزی میشه. اوکی. حالا بنابراین پس من میتونم وارون این تابع از آر مثبت به آر رو تعریف کنم، یعنی اگه آر رو فیکس به من بدن من میتونم این اف ایکس رو وارونش رو تعریف کنم. به وارون این تابع ما میگیم لوگاریتم در پایه آ. در حقیقت اسم این تابع لوگاریتم در پایه آه، تابعی که وارون آ به توان ایکسه.
و لوگاریتم در پایه آ یه تابعی از آر مثبت در به آر، و در حقیقت اینکه لوگاریتم آ در پایه x بشه y معنیش اینه که x آ به توان y بوده. اوکی، این در حقیقت ما لوگاریتم رو به عنوان وارون تابع نمایی تعریف کنیم. پس یه لحظه بخوایم چک کنیم این مسیری که تا الان اومدیم چی بود. من گفتم که خب من توان طبیعی رو که بلدم، به کمک اون توان صحیح رو تعریف کردم، به کمک اونها توان گویا رو تعریف کردم، و با تقریب زدن اعداد حقیقی با اعداد گویا من توان حقیقی رو تعریف کردم. وقتی که توان حقیقی رو تعریف کردم، تونستم تابع آ به توان x رو به عنوان یه تابع از r به r مثبت تعریف کنم. حالا این تابع یک به یک پوشا میشه، و حالا که یه تابع یک به یک پوشا دارم، میتونم وارونش رو تعریف کنم. به وارونش گفتم لوگاریتم در پایه آ. خب در حقیقت همونجور که قبلا دیده بودیم، وارون یه تابع میشه در حقیقت نمودارش میشه قرینه نمودار تابع نسبت به نیمساز رو به اول و سوم. بنابراین در حقیقت خب لوگاریتم های قرینه کن، یعنی نمودار لوگاریتم رو بخوایم بکشیم، یه همچین قیافه‌ای پیدا میکنه. در حقیقت اونجا که مثلا 10 به توان x مثلا یه همچین قیافه‌ای آره دیگه یه همچین قیافه‌ای داشت 10 به توان x، اینجا این میشه لوگاریتم در پایه 10. خب یا مثلا 2 به توان x الان این وارونشه، خودش مثلا یه همچین قیافه‌ای داشتش، حتی از 1 میگذشت، ببخشید اینطوری این 2 به توان x بود، این میشه قرینش که میشه قرینه نسبت به نیمساز ربع اول و سوم. خب بنابراین در حقیقت باز دوباره من برای آی کوچیکتر از 1 لوگاریتم در پایه آ یه همچین قیافه‌ای پیدا میکنه، برای آی بزرگتر از 1 لوگاریتم در پایه آ همچین قیافه‌ای پیدا میکنه. در حقیقت من اگه آ رو یعنی همین دیگه لوگاریتم، یعنی بذار آی بزرگتر از 1 و آی کوچیکتر از 1 میشه. آ باید بزرگتر از 0 باشه، یکی از دوستان گفتن. اوکی، در حقیقت باز دوباره اتفاقی که میفته میشه نشون داد که این لوگاریتم من وقتی که x به سمت بی نهایت بره برای آی بزرگتر از 1، وقتی x به سمت بی نهایت بره این به سمت بی نهایت میره، و وقتی x به سمت صفر مثبت بره این به سمت منفی بی نهایت میره. اینو خیلی ساده با استفاده از خواص خود چیز میشه، خود تابع نمایی میشه تعریف کرد. یا برای آی کوچیکتر از 1 برعکس این ماجرا دیگه، یعنی وقتی به سمت صفر مثبت میره به سمت مثبت بی نهایت میره، وقتی به سمت صفر منفی میره به سمت من، وقتی به سمت مثبت بی نهایت میره این به سمت منفی بی نهایت میره. خب ببینید خواص لوگاریتم ها عیناً از خواص تابع نمایی به دست میاد. مثلا لوگاریتم 1 در هر پایه میشه 0. پس فرض کنید که من یه آبی دارم که مثبتن و یکم نیستن و ایکس و وای حالا هر دو عدد مثبت دلخواهی میخوام باشن. خب لوگاریتم 1 در پایه آ میشه 0، به خاطر اینکه آ به توان 0 دیده بودیم 1 دیگه. پس لوگاریتم 1 در هر پایه میشه 0. همینطور که میبینید مقدار همه این تابع لوگاریتم در نقطه 1 دقیقا خود 0ه. یا مثلا لوگاریتم در پایه آی x ضرب در y میشه لوگاریتم آ در پایه لوگاریتم x در پایه آ به علاوه لوگاریتم y در پایه آ. اثبات اینم باز خیلی ساده است دیگه، به خاطر اینکه آ رو به توان، یعنی x ضرب در y رو بخوای ببینی، این باید بشه آ به توان لوگاریتم x در پایه آ ضرب در آ به توان لوگاریتم y در پایه آ. دقت کن این میشه x، این میشه y دیگه. خب بنابراین این حاصل ضرب این دوتا میشه x ضرب در y. خب حالا اینو من میتونم این دوتا رو الان پایه توان من مشترکه، میتونم توانها رو با هم جمع کنم، میشه لوگاریتم آ در پایه x به علاوه لوگاریتم x در پایه آ به علاوه لوگاریتم y در پایه آ. اوکی، پس در حقیقت لوگاریتم x y میشه جمع لوگاریتم x و لوگاریتم y، یا لوگاریتم 1x و میشه منفی لوگاریتم x. خب اینم باز دوباره به خاطر این خاصیت سه سود در میادش. یا نهایت مثلا لوگاریتم تقسیم میشه تفریق لوگاریتما. اینا خیلی در حقیقت صریح و راحت به دست میادش. یکی دیگه از ویژگی لوگاریتم ها در حقیقت اینه که من اگه لوگاریتم x به توان y رو بخوام حساب کنم میشه y برابر لوگاریتم x. اینم باز دوباره به خاطر خاصیت تبدیل توان به ضربه. در حقیقت اگه شما a رو به توان y برابر لوگاریتم x برسونید،
من بخواد توان رو گفتم میتونم وقتی که ضرب دو تا چیز تو توان هست میتونم اول به توان یک کدوم برسونم بعد به توان اون یکی. خب همین کار کردم، از الان این اول به توان لوگاریتم برسوندم بعد به توان y. خب a به توان لوگاریتم x در پای a که میشه خود x، پس میشه x به توان y. اوکی، پس در حقیقت من اگه لوگاریتم x به توان y رو بخوام حساب کنم میشه y برابر لوگاریتم x. و نهایتا ششمین ویژگی لوگاریتم که خیلی پرکار برده اینه که لوگاریتم x در پایه a رو من میتونم اینجوری بنویسم که لوگاریتم x در پایه b تقسیم بر لوگاریتم a در پایه b. اوکی، دقت کنید جفتشون بیه ها، پایه بیه، یعنی در حقیقت لوگاریتم یه عدد در پایه عدد دیگه میشه لوگاریتم اون عدد اولیه در هر پایه دلخواه تقسیم بر لوگاریتم اون عدد دومیه تو همون پایه. اوکی، این هم باز اثباتش خیلی آسونه، به خاطر اینکه من اگه بی رو به توان این لوگاریتم بی در پایه لوگاریتم آ در پایه بی ضرب در لوگاریتم ایکس در پایه آ برسونم، خب این قسمت اولش که میشه آ، پس میشه آ به توان لوگاریتم ایکس در پایه آ. خب اینم که میشه x، پس بنابر این در حقیقت من b رو به توان یه چیزی رسوندم شد x. بنابر این چیزه باید لوگاریتم x در پایه b باشه. لوگاریتم x در پایه b بنابر این باید مساوی این باشه. اینو اینجا نوشتم. حالا دو رو به لوگاریتم a در پایه b تقسیم کنیم، این نتیجه‌ای که اینجا می‌خواستیم به دست میادش. اوکی؟ خب این ویژگی 6 خیلی ویژگی مفیدیه، به خاطر اینکه میگه اگه شما لوگاریتم فقط توی یه پایه بلد باشید حساب کنید مثل b، اون وقت لوگاریتم تو هر پایه دیگه ای رو میتونید باهاش حساب کنید. برای اینکه لوگاریتم توی یه پایه دیگه حساب کنید کافیه لوگاریتم عدد رو تو پایه b حساب کنید و لوگاریتم خود پایه رو هم تو پایه b حساب کنید، این دوتا رو به هم تقسیم کنید. اوکی، پس در واقع ویژگی 6 به من اجازه میده که لوگاریتم تو هر پایه ای حساب کنم. ویژگی دومونم در حقیقت میگفتش که لوگاریتم حاصل ضرب میشه جمع لوگاریتما. در حقیقت میگفتش که لوگاریتم یه تابعیه که ضرب رو به جمع تبدیل میکنه. برای اینکه اینم چیز کنیم، دقت کنید که در حقیقت این دوتا گزاره به کمک هم و به کمک پیوستگی تابع لوگاریتم، یه گزاره ای که من ثابت نکردم که لوگاریتم پیوسته است، به کمک این دوتا ثابت میکنه که اگه من هر تابع پیوسته ای داشته باشم، چون یه تابع پیوسته هم بدید از آر مثبت به آر که توی این ویژگی ست کنید که جی ایکس و وای بشه جی ایکس به علاوه جی وای. خب پس یه تابعی داشته باشید که از رو اعداد مثبت تعریف شده و توی این ویژگی ست میکنه که جی ایکس و وای میشه جی ایکس به علاوه جی وای. خب یعنی قیاف مثل یه لوگاریتم رفتار میکنه. خب و تابع پیوسته است. تنها توابع پیوسته ای که رو اعداد مثبت تعریف شده من این رفتار دارم خود لوگاریتم. اوکی، یعنی هر تابع اینطوری که داشته باشیم حتما یه لوگاریتم بر یه پایه ایه. اوکی، اینو من در حقیقت به کمک این دوتا و پیوستگی لوگاریتم میتونم ثابت کنم. اثباتش رو بهتون نمیگم، یه ذره اثباتش تکنیکیه. ببین در حقیقت من اثبات دقیق اینا رو بخوام بگم انشالله بعد از این که من درس انتگرال رو دادم به یه چیزایی اینجا برمیگردم، یه گپایی که اینجا هستش رو پر میکنم. خب ولی فعلا اینو از من بپذیرید، در حقیقت من براتون ثابت کردم که لوگاریتم این ویژگی رو داره و به کمک اینم دیدید که چجوری من میتونم این چیزایی به لوگاریتم تبدیل کنم. اینو یه پیوستگی هم بهش اضافه کنید، خیلی کار ساده ای، یعنی به عنوان یه تمرین خیلی ساده خیلی خوبه که به کمک این دوتا با فرض پیوستگی، از پیوستگی هر جا دوست داشتی استفاده کنید، ثابت کنید یه تابع اینطوری حتما لوگاریتم توی یه پایه ایه. اوکی، اینو میتونید خیلی ساده ثابت کنید، یه تمرین خیلی خوبه، یه تمرین خوب. اوکی، اینو اگه خواستید اینو خودتون ثابت کنید، این قضیه رو، یه قضیه ساده ایه که میتونید خودتون ثابتش کنید. اوکی، پس ولی من این از قضیه میخوام یه ذره جلوتر استفاده کنم، حالا این وقت کردم مثلا شاید اینو خودم یه ذره راجبش حرف زدم. اوکی، بریم ببینیم مشتق توابع نمایی چه شکلیه. ببین من برای اینکه مشتق توابع نمایی ثابت کنم این گزاره رو لازم دارم. خب و گزاره این گزاره ها رو من اگه دقیق و خوب بخوام راجبش صحبت بکنم در حقیقت باید بعد از انتگرال راجع به ساعت کنم، منتها چون مشتقای اینا رو ما لازم داریم و خوب این جعبه ابزار مشتقای تابع نمایی رو
لگاریتمی رو داشته باشید. من دارم اینا رو، یعنی هم کتاب تو این کار کرده و منم به تبعیت کتاب اینو همینجا دارم راجبش صحبت میکنم و به خاطر همین یه چیزای کوچولویی رو من اثبات نمیکنم و میرم جلوتر و بعدن که چیز میکنیم راجبش برمیگردم صحبت کنم. پس ببینید بچه‌ها، یه ادعایی که من دارم بدون اثبات میکنم اینه که به ازای هر آی بزرگتر از صفر و نامساوی یک، این حد وجود داره، حد h به سمت صفر بره a به توان h منهای 1 تقسیم بر h. اسم این حد رو به ازای هر i بذارید ga. اوکی، ga رو تعریف کنید، این حده. این که این حد چرا وجود داره و یه چیز نابدیهیه، یه ذره کار داره، ولی از من بپذیرید، خالی نمی‌بندم، واقعا این دور هست. خب دقت کنید که اگر اینو جی آ بذاریم، بنابراین در حقیقت این چیزی که من اینجا نوشتم، حد آ به توان اچ منهای یک تقسیم بر اچ، اینو من میتونم به صورت آ به توان اچ منهای آ به توان صفر بهش نگاه کنم دیگه. و اگه اینو اینطوری نگاش کنم، در حقیقت این حد، این میشه مشتق آ به توان ایکس در نقطه ایکس مساوی صفر. اوکی؟ پس اگر این حد و اسمشو بذارم جی آ، مشتق آ به توان ایکس در نقطه ایکس مساوی صفر وجود داره و جی آی. خب حالا مشتق آ به توان ایکس رو به صورت کلی اگه من بخوام حساب کنم چه اتفاقی میفته؟ مشتق کل آ به توان ایکس به صورت کلی میشه حد اچ به سمت صفر بره آ به توان ایکس علاوه اچ منهای آ به توان ایکس تقسیم بر اچ. خب در حقیقت من میتونم از یه آ به توان x تو صورت فاکتور بگیرم، این میشه آ به توان x در آ به توان h منهای 1 تقسیم بر h. اوکی، و حالا آ به توان x که ثابته از حد میاد بیرون و حد آ به توان h منهای 1 تقسیم بر h هم که همون جی آ میشد. پس در حقیقت این حده میشه آ به توان x در جی آ. خب پس مشتق آ به توان x نسبت به x، دقت کنید، نسبت به نما من دارم مشتق میگیرم، نه نسبت به پایه. خب این خیلی مهمه، نسبت به نما دارم مشتق میگیرم. مشتق نسبت به x آب توان x میشه این جی آه که نمیدونیم چیه، ضرب در خود آب توان x. خب یعنی من از آب توان x مشتق میگیرم، یه عدد ثابتی فقط تو آب توان x ضرب میشه. اوکی، و حالا من میتونم ثابت کنم که در حقیقت این تابع جی توی این خاصیت هم صدق میکنه، یعنی جی ضرب رو به جمع تبدیل میکنه. در حقیقت من اگه جی آبه رو بخوام حساب کنم، جی آبه چی میشه؟ جی آبه میشه حد اچ به سمت صفر بره آبه به توان اچ منهای یک تقسیم بر اچ، طبق تعریفمون. اوکی، و خب اینو من بنویسم، این میشه آبه توان اچ ضرب در بی به توان اچ. میتونم یه آ به توان h کم و زیاد بکنم، این دوتا که با هم ساده میشه، میشه صفرش تأثیری نداره، منهای یک تقسیم بر h. این دوتا اولی ها رو با هم میگیرم، اینا رو با هم بگیرم، این قسمت در حقیقت، بذارید اصلا خطش رو بکشم که معلوم باشه چی کار دارم میکنم. در حقیقت این قسمت میشه این، این قسمت میشه این. اوکی، در حقیقت من الان بذارید خطو پاک کنم، یه ذره شلوغ بلوغ شد، ببخشید. در حقیقت من این آ به توان اچ آ اچ بی اچ منهای آ اچ تقسیم بر اچ رو اگه در نظر بگیرم، میتونم از یه آ به توان اچش فاکتور بگیرم، این میشه آ به توان اچ ضرب در بی به توان اچ منهای یک تقسیم بر اچ، این قسمت اول. اوکی، این اینا رو من با هم بگیرم که میشه آ به توان اچ منهای 1 تقسیم بر اچ. خب حالا نگاه کنید، بی به توان اچ منهای 1 تقسیم بر اچ که به جی بی میل میکرد، حدش وقتی اچ به سمت صفر میره، آ به توان اچ هم که حدش به 1 میل میکرد وقتی که اچ به سمت صفر بره، به خاطر اینکه اچ به سمت صفر بره آ به توان اچ به 1 میل میکنه دیگه، آ به توان اچ منهای 1 تقسیم بر اچ هم که به جی آ میل میکرد، بنابراین پس کل این عبارت به جی آ به علاوه جی بی میل میکنه، برای من جی آ بی میشه جی آ به علاوه جی بی. خب پس ببینید بچه ها، در حقیقت این دوتا اسلاید رو من یه لحظه مرور کنم ببینم که چه اتفاقی افتاد. تو اینجا من یه تعریفی کردم، یه چیزی رو اسمشو گذاشتم جی آ، گفتم حد آ به توان اچ منهای یک تقسیم بر اچ، اسمشو میذارم جی آ، اینو به عنوان یه تابع از آ نگاه میکنم.
اگر اینو فرض کنم اون وقت مشتق آب توان x در صفر میشد g آ و مشتق آب توان x رو کلن ثابت کردم هست آب توان x ضرب در g آ. خب با یه چیز دو خط، یه خطی ساده این وسط ثابت کردم که مشتق آب توان x میشه آب توان x ضرب در g آ. حالا میخوام یه ذره این g آ رو بشناسم ببینم این g آ چه ویژگی داره. فعلا مشتق آب توان x رو فهمیدیم هست g آ ضرب در آب توان x، ولی مسئله اینه که خود جی ایکس رو پیدا کنیم چیه. هنوز نمیدونیم جی ایکس چیه، میخوایم پیدا کنیم که جی چه شکلی رفتار میکنه. برای اینکه این کارو کنم اومدم یه گزاره گفتم، گفتم من میتونم برای شما ثابت کنم که جی ا ب میشه جی ا ب علاوه جی بی. من برای اینکه این ویژگی رو ثابت کنم در حقیقت جی ا ب رو میام تعریفش رو مینویسم، جی ا ب میشه ا ب ا بی به توان اچ منهای 1 تقسیم بر اچ. خب این تعریف جی ا ب بود. بعد میام یه آب توان H توی صورت کم و زیاد میکنم و از این آب دو جمله اول رو با هم میگیرم، دو جمله بعدی رو با هم میگیرم. از دو جمله اول از یه آب توان H که فاکتور بگیریم میشه ضرب در B به توان H منهای 1 تقسیم بر H. جمله دو تا جمله بعدی رو بگیریم میشه آب توان H منهای 1 تقسیم بر H. خب حالا توی این لیمیتی که خط پایین دارم آب توان H که داره به 1 میل میکنه، b به توان h منهای 1 تقسیم بر h به g b میل میکنه، a به توان h منهای 1 هم در حقیقت به g a میل میکنه، پس g a ضرب در b شد g a به علاوه g b. اوکی، حالا اینجا اون گزاره‌ای که قبلا گفته بودم به کارم میاد. من قبلا گفته بودم که هر تابع پیوسته از r مثبت به r که تو این ویژگی صدق کنه که g x ضرب در y بشه g x به علاوه g y، خب اون وقت این تابع حتما لوگاریتم در یه پایه ایه. اوکی، اینو من قبلا ثابت کردم و الان این جی که اینجا تعریف کردیم من ثابت کردم که این ویژگی رو داره دیگه. ثابت کردم الان براتون که جی آ ضرب در ب میشه جی آ به علاوه جی بی. پس این جی که با این تعریف ساختیمش، دقت کنید، من اینجا با اول جی رو به عنوان یک حد تعریف کردم، خب اینجا جی رو به عنوان یک حد تعریف کردم و ثابت کردم این چیزی که به عنوان حد تعریف کردم تو این ویژگی صدق میکنه. خب تو این ویژگی که ضرب رو به جمع داره تبدیل میکنه و بنابراین در حقیقت به کمک این ماجرا من چیزی که میتونم ثابت کنم اینه که این جی که اینجا دارم، جی آ به مساوی جی آ به علاوه جی بی، و این به خاطر این قضیه که هر تابعی که توی ضرب به جمع تبدیل کنه حتما لوگاریتمه، بنابراین این جی آی من حتما لوگاریتم در پایه یه عددیه. اسم اون عددی که این جی میشه لوگاریتم در پایه اون اسمشو میذاریم ای یا عدد نپر. خب و در حقیقت هر وقت من گفتم لوگاریتم طبیعی یا LN منظورمون لوگاریتم در پایه ایه. اوکی، در حقیقت منظورمون همین جیه که از حد آب توان اچ منهای 1 تقسیم بر اچ به دست اومد. پس اگه من نوشتم ln x، در حقیقت ln x میشه لوگاریتم x در پایه ای و از همین جاها معلومه چرا بهش میگیم لوگاریتم طبیعی. یعنی این یه رفتاره خوبی داره پیدا میکنه. اوکی، و حالا بعدن نشون میدیم که در حقیقت این عدد ای اینجوری، یه عددی 2.71.82 اینا، اگه یادتون باشه قبلا هم یه بار به این عدد 2.71.82 اینا برخورد کرده بودیم. پس فعلا ای، تعریف ای، این همیشه من از حرف ای استفاده میکنم و این ای اینطوری نیست که یه جا دیگه برم عوض میشه. این ای اون عددیه که در حقیقت من تابع جی که به این صورت تعریف کردمش به عنوان حد، و این در حقیقت چیزی که من گفتم این بود، این حد آب توان اچ منهای 1 تقسیم بر اچ، این میشه لوگاریتم آ در پایه عددی. اینو من الان ثابت کردم. خب این میشه لوگاریتم آ در پایه عددی. اون عدده که این حد میشه لوگاریتم در پایه اون، اسم اون عدد رو میذاریم ای. اوکی، این که چرا این لوگاریتم در پایه یه عددیه، در حقیقت به خاطر این خاصیت در حقیقت ثابتش کردیم. خب یکی از دوستان یه نکته‌ای که گفته که کاملا نکته درستیه، در حقیقت حرفی که میزنه اینه که میگه که صفرم تو این جوابه، در حقیقت تا به ثابت صفرم جواب این معادله است.
حرفشون درسته و در حقیقت صفر تنها استثنای این ماجراست. حالا نمیخوام واردش بشم، ولی با توجه که صفر به توان x کلن صفره، خب اینو اونم در این صورت هم باز میشه گفت که به عنوان لوگاریتم در پای صفر نگاش کنه، ولی بیخیال وارد این ماجرا نشید. پس ببینید بچه ها، یه بار من تصویر کلی رو بسازم. من یه تابع جی آ تعریف کردم که تابع جی آ رو به کمک یک حد تعریف کرده بودم. ثابت کردم این تابعی که به عنوان حد تعریف کردم توی خاصیت تبدیل ضرب به جمع صدق میکنه. پس این تابعی که اینطوری تعریف کردم حتما باید لوگاریتم در پایه یه عددی باشه. اون عددی که لوگاریتم در پایه اونه اسمشو میذاریم ای. اوکی؟ حالا اگه این تیکر چیز نشوش یه بار بعدن توی فیلم ببینید انشالله متوجه میشید. و خب عدد ای هم یه عددیه با این ویژگی ها. حالا اینکه چه جوری به دستش میارن یه قصه ایه. اوکی؟ این خودش بعدن حالا راجبش انشالله صحبت میکنه. پس اینم از این. و نکته که وجود داره، پس الان دقت کنید که من مشتق آب توان x رو حساب کرده بودم. مشتق آب توان x شده بود جی آ ضرب در آب توان x. در حقیقت الان اینو میدونم هستش لوگاری، یعنی این هستش لوگاریتم در پایه ای آ ضرب در آب توان x، یا همون ln آ ضرب در آب توان x. الان که فهمیدم جی چیه، اینو در حقیقت میتونم حساب کنم و این در حقیقت بازنویسی این رابطه‌ای که داشتیم اینجا میشه. در حقیقت مشتق نسبت مشتق از آب توان x، اگه من نسبت به x بگیرم، دقت کنید بچه ها، این که نسبت به چی دارم مشتق میگیرم خیلی مهمه ها. ببینید اگه من اینجا به جای x مینوشتم نسبت به a، این همون چیزی میشد که دقت کنید d به di آب توان x میشه x آب توان x منهای 1. این همون مشتق توانه که قبلا گفته بودی. دقت کنید من نسبت به پایه مشتق نمیگیرم، نسبت به نما دارم مشتق میگیرم. اوکی؟ پس من اگه نسبت به x از آب توان x مشتق بگیرم، این میشد g آ ضرب در آب توان x، که خب g آم که الان دیدیم ln آ میشه. پس میشه ln آ ضرب در آب توان x. اوکی؟ و بنابراین اگه من از خود ای به توان x نسبت به x مشتق بگیرم، این میشه ln ای ضرب در ای به توان x. خب ln ای یعنی لوگاریتم ای در پایه خود ای دیگه، و هر عددی لوگاریتمش تو پایه خودش میشه 1. پس مشتق این تابع میشه خود ای به توان x. در حقیقت از ای به توان x من مشتق بگیرم خودش به دست میادش، و این یکی از مهمترین ویژگی ای به توان x که خیلی باعث میشه که پرکاربرد باشه و جای مختلف متفاوت باشه. در حقیقت تابع نمایی این ویژگی خیلی خوبو داره که مشتقش میشه خودش. اوکی؟ این ای به توان x رو من بعضا با x به x هم نمایشش میدم. یکی دوتا از دوستان پرسیدن که اگه که هم توی پایه هم توی نما x داشتیم چی کار میکنیم؟ یه ذره جلوتر به خدمتتون عرض میکنم، انشاءالله تو درس امروز بهش میرسم. و آخرین نکته هم در مورد مشتق حالا لوگاریتما. حالا بذارید قبل از اینکه مشتق لوگاریتما رو بگم، بذارید میخوان یکی دوتا مثال حل کنم از این، به خاطر اینکه یه ذره چیز شد بچه ها، به نظر میسه همین تیکه براشون پیچیده شد. به عنوان مثال فرض کنید که من میخوام مشتق رادیکال یکی به علاوه ای به توان دو ایکس رو حساب کنم. خب برای اینکه این کار رو بخوام حساب بکنم، در حقیقت مشتق رادیکالی که برای به توان 2x، دقت کنید که این مشتق ترکیب تابع رادیکال و یه تابع این زیره. خب من از ای به توان 2x بخوام مشتق یک به علاوه ای به توان 2x بخوام مشتق بگیرم، این میشه از 2x مشتق بگیرم که یه 2 میشه، ضرب در مشتق ای به توان یه چیز که خود ای به توان همون چیز میشه. پس مشتق ای به توان 2x میشه 2 برابر ای به توان 2x. مشتق رادیکال هم که میشه 1 تقسیم بر 2 برابر رادیکال. اوکی؟ خب پس اینم مشتق رادیکال. حالا این دو ها با هم ساده میشه، میشه ای به توان 2x تقسیم بر رادیکال 1 به علاوه ای به توان 2x. اوکی؟
یکی از دوستان پرسیدن ای به توان ایکس همون ایکس به ایکسه؟ خب بله دیگه، اینجا تعریف کردم، گفتم ایکس به ایکس مثلا همون ای به توان ایکسه دیگه، تعریف ایکس به ایکس همون ای به توان ایکس مثلا طبق تعریف. اوکی خب یه مثال دیگه بیایم از اف ایکس مساوی ای به توان ایکس منهای ای به توان منفی ایکس تقسیم ای به توان ایکس به علاوه ای به توان منفی ایکس مشتق بگیریم. خب اگه من از این بخوام مشتق بگیرم، باید اول مشتق من صورت و مخرج و رنگ مختلف نوشتم که معلوم شه کجا چی به صورت ربط داره چی به مخرج. اول باید مشتق صورت رو حساب کنم که میشه ای به توان ایکس منهای منفی ای به توان منفی ایکس، خب ضرب در مخرج که خود ای به توان ایکس علاوه ای به توان منفی ایکس، منهای خود صورت که ای به توان ایکس منهای ای به توان منفی ایکس، ضرب در مشتق به مخرج که میشه ای به توان ایکس منهای ای به توان منفی ایکس. دقت کنید که از این مشتق میگم یه منفی میادش پشتش. بعد تقسیم بر مخرج به توان دو که میشه ای به توان ایکس علاوه ای به توان منفی ایکس به توان دو. خب حالا اگه اینو بخوام ناکام، این که این بالا قسمت اول عبارت، قسمت اول صورت که میشه ای به توان ایکس علاوه ای به توان منفی ایکس به توان دو، منهای قسمت دوم صورت میشه ای به توان ایکس منهای ای به توان منفی ایکس به توان دو. خب اولی به توان دو برسونم میشه ای به توان دو ایکس به علاوه دو به علاوه ای به توان منفی دو ایکس. دقت کنید که ای به توان ایکس ضرب در ای به توان منفی ایکس میشه یک. خب قسمت دوم میشه منهای ای به توان 2x منهای 2 به علاوه ای به توان منفی 2x. خب ای به توان 2x و منفی ای به توان 2x ساده میشن، ای به توان منفی 2x و منفی ای به توان منفی 2x هم با هم ساده میشن. برای من صورت من میشه 2 منهای منفی 2 که میشه 4، مخرج هم که بود ای به توان x به علاوه ای به توان منفی x به توان 2، پس این میشه 4 تقسیم بر ای به توان x به علاوه ای به توان منفی x تقسیم بر 2. من قبل از اینکه من یه مثال دیگه هم بزنم برای اینکه چیز این ماجرا باز دوباره روشن‌تر بشه، فرض کنید که به من گفتن که مشتق دو به توان x به علاوه سه به توان x مثلا ضرب در حالا تقسیم ضرب در کوسینوس x رو حساب کنیم، مثلا یه مثال اینطور، ببینید مشتق این چی میشه. خب ببینید مشتق اینو من بخوام حساب کنم، در حقیقت این میشه d به dx دو به توان x به علاوه d به dx سه به توان x کوسینوس x منهای سه به توان x d به dx کوسینوس x. خب اول که به خاطر مشتق جمع این دوتا رو باز کردم، یه دو به توان ایکس رو جدا کردم، این دوتا رو هم به خاطر مشتق ضرب نوشتم مشتق اولی ضرب در دومی به علاوه یه مشتق دومی ضرب در اولی. اوکی خب این جمعه، اولش می‌خواستم یه ضرب منفی سینوس بنویسم ولی دیگه جمع گذاشتم. خب حالا اینو بخوایم بریم جلوتر، مشتق دو به توان ایکس رو که می‌خوام حساب کنم، در حقیقت این میشه ln 2 ضرب در 2 به توان x. دقت کنید که من گفته بودم مشتق a به توان x میشه ln a ضرب در a به توان x، پس این میشه ln 2 ضرب در 2 به توان x به علاوه ln 3 ضرب در 3 به توان x کوسینوس x منهای 3 به توان x سینوس x. اوکی اینم به خاطر اینکه از کوسینوس مشتق بگیم میشه منفی سینوس، از 3 به توان x هم مشتق بگیم که میشه ln 3 ضرب در 3 به توان x. اوکی پس در حقیقت الان من مشتق توابعی که اینجور براقاتی هم یه ذره هستن میتونم محاسبه کنم. حالا از یه طرف دیگه ببینید، من گفتم که ln و e به توان x وارون همن دیگه، بنابراین اگر که من بیام e رو به توان ln x برسم میشه خود x که مشتق x هم بود یک دیگه، و به خاطر قضیه تابع وارون حالا مشتق e به توان ln x اگه من از این مشتق بگیرم، حالا با به خاطر ترکیب توابع، این میشه مشتق میشه خود این رابطه که e به توان ln x ضرب در مشتق نما که میشه d به dx ln x. خب e به توان ln x هم که دوباره خود x، پس در حقیقت مشتق ln x میشه 1 x.
در حقیقت به خاطر تا قضیه تا به وارون هم میتونستیم مستقیم حساب کنیم، ولی دیگه به جای اینکه فرمول بذارم من ترجیح دادم که این ترکیب توابع رو بنویسم. پس ای به توان ln x که خود x مشتقش از یه طرف یکه، از یه طرف چون ای به توان یه چیزی مشتق، یعنی این ترکیب تابع ای به x به و ln، تابع x که مشتقش میشه خودش، ln هم که مشتقش رو نوشتم ای به x ln x. خب حالا ای به توان ln x که خود x بود، برام یک مساوی با x ضرب در مشتق ln، پس مشتق ln میشه یک x. اگه یادتون باشه من با مشتق توانها تونسته بودم همه x به توان یه عددی رو حساب کنم، فقط یک x رو مشتق هیچ کسی نبود، به خاطر اینکه x به توان صفر اگه با همون فرمون خواستیم بریم از x به توان صفر میرفتیم، باید مشتق میرفتیم که مشتق x به توان صفر صفر. ولی خب الان این، پس من یه تابعی کردم که پیدا کردم که مشتقش یک x میشه. خب و اگه از یه لوگاریتم در پایه a به صورت جنرال بخوام مشتق بگیرم، خب دیدم که من لوگاریتم رو میتونم بنویسم ln x تقسیم بر ln a. خب ln a که یه عدد ثابت میاد بیرون، مشتق ln x هم که یک x بود، پس میشه یک تقسیم بر x ln a. اوکی، پس مشتق لوگاریتم در پایه یه عدد دلخواه میشه یک تقسیم بر x ضرب در مشتق ln h. مشتق نمای دلخواه که اینجا نوشته بودیم یه ذره عقب‌تر، میشه ln h ضرب در a به توان x. اوکی، و بنابراین حالا که من الان مشتق ln حساب کردم، میتونم باز دوباره چند تا مثال یه ذره پیچیده‌تر حساب کنم. اولی مثال بذارم چون اونجا یه چیزی هست که تو این مثال ازش استفاده میکنم، معذرت میخوام. خب ببینید ln فقط برای اعداد مثبت تعریف شده بود. خب برابر این، من در حقیقت برای اعداد منفی ln ندارم، ولی اگه از یه عدد قدر مطلق بگم، خب ln قدر مطلق x رو همواره میتونم تعریفش کنم. خب ln قدر مطلق x هم دقت کنید که ln برای هر عدد مثبتی تعریف شده، برای من فقط این آقا x ناصفر باشه، خب من میتونم ln قدر مطلق x رو تعریف کنم. برای من این یه تابعی از r منهای صفر به r، و دقت کنید که قدر مطلق x فقط تو نقطه صفر مشتق نداشت. خب صفر هم که از دامنه انداختم بیرون، پس قدر مطلق x الان همه جای دامنه مشتق پذیره، ln هم که کلن رو عدد مثبت مشتق پذیر بود، پس این رو کل دامنش الان مشتق پذیره. اگه x بزرگتر از صفر باشه، دی به دی x ln قدر مطلق x در حقیقت میشه دی به دی x ln خود x. خب این که دیدیم میشه یک x. اگه x منفی باشه، دی به دی x ln قدر مطلق x میشه دی به دی x ln منفی x. خب از منفی x من مشتق بگیرم، یه منفی 1 میاد بیرون، و ln منفی x هم که مشتقش میشه یک تقسیم منفی x. این دوتا منفی هم با هم ساده میشه، باز دوباره میشه یک x. پس چه x مثبت باشه چه x منفی باشه، مشتق ln قدر مطلق x میشه یک x. اوکی، و حالا برای ln قدر مطلق کوسینوس x، دقت کنید که کوسینوس x تو نقاط خارج از np به علاوه p دوم ناصفره، برای این قدر مطلقش هم یه عدد مثبت و ln تعریف میشه. و ln قدر مطلق کوسینوس x از کوسینوس بخوام مشتق بگیرم میشه منفی سینوس x ضرب در ln قدر مطلق، که دیدیم ln قدر مطلق یه چیز همیشه مشتقش میشه یک تقسیم بر اون چیز، پس میشه یک تقسیم کوسینوس x که میشه منفی تانژانت x. یا مثلا یه چیز یه ذره پیچیده‌تر، بیایم مشتق ln x به علاوه رادیکال x دو علاوه 1 رو حساب کنیم. این یکی خوبیش اینه که این رابطه این تو همیشه مثبته، به خاطر که رادیکال x دو علاوه 1 همیشه یه عدد مثبته که از قدر مطلق x بزرگتره. پس این یه چیز همواره مثبت و خلاصه همه جا همه چی خوبه و تعریف شده است. خب من از این بخوام مشتق بگیرم، در حقیقت میشه مشتق این تویه، خب که هستش 1 به علاوه دی به دی ایکس رادیکال قدر مطلق ایکس دو علاوه یکی، خودشو هنوز نوشتم مشتقشو نگرفتم، ضرب در مشتق ln هم که میشه یک تقسیم بر اون چیز، اینم که عینا نوشتم یک تقسیم بر ایکس علاوه رادیکال ایکس دو علاوه یک. خب حالا این یکه که خودش اینجاست، این دوتایی که با هم این ایکس دو علاوه یک رو ازش مشتق بگیرم میشه دو ایکس. این تیکر اینا که یه خط زرد رنگی بالا سر 2x و زیر x2 علاوه 1 کشیدم که ببینید چرا این اومد. پس x2 علاوه 1 که مشتقش میشه 2x،
رادیکال یه چیزی هم که مشتقش میشه یک دوم یک تقسیم بر دو برابر رادیکال همون چیز. خب اونم نوشتم اینجا، پس میشه یک تقسیم بر دو برابر رادیکال x دو علاوه یک. ضرب داره، اینم که عیناً برداشتم آوردم اینجا گذاشتم دیگه، یک تقسیم x علاوه رادیکال x دو علاوه یک عیناً گذاشتم. خب اینو یه ذره جمع و جور کنیم با هم ساده کنیم. اولا این دو تا دعای توی پرانتز با هم ساده میشن. خب یه رادیکال و مخرج مشترک بگیریم میشه x به علاوه رادیکال x دو علاوه یک تقسیم رادیکال x دو علاوه یک تقسیم بر یک x علاوه رادیکال x دو علاوه یک. خب این دوتا هم که با هم ساده میشن، x علاوه رادیکال x دو علاوه یک های صورت و مخرج میشه یک تقسیم بر رادیکال x دو به علاوه یک. پس اینم در حقیقت یه مشتق یه ذره پیچیده تر. خب یکی دوتا از دوستان، حالا ببینید بچه ها، یکی از دوستان قبلا پرسید، دوباره من یعنی گفتم که بعدا توضیح میدم، ما وقتی که یه تابعی از x به توان یه عدد ثابت میرسید بلد بودیم ازش مشتق بگیریم. خب امروز یاد گرفتیم یه عددی هم به توان یه تابعی از x برسه چجوری مشتق بگیریم ازش. خب منتها تیکه سخت ماجرا وقتیه که من یه تابعی از x به توان یه تابعی از x رو بخوام ازش مشتق بگیرم. خب در حقیقت این یک کاری که خیلی اینجور مواقع به ما میتونه کمک کنه، بهش میگم مشتق گیری لوگاریتمی. یعنی از شر این که هم پایه هم نما تابعی از x من یه جوری باید خلاص بشم. برای اینکه این کارو بکنم در حقیقت من این مشتق رو، خب خود f x رو که میتونم بنویسم e به توان ln f x دیگه. اوکی پس در حقیقت من f x به توان g x رو میتونم بنویسم e به توان ln f x ضرب در g x. حالا الان شد یه عدد ثابتی به توان یه تابعی از این. خب مشتق e به توان یه چیز که خودشه ضرب در، به خاطر قاعده زنجیری مشتق این رابطه توییه باید بکنم. خب یعنی میشه دی به دی ایکس جی ایکس ضرب در الین اف ایکس ضرب در ای به توان جی ایکس ضرب در الین اف ایکس. خب دیگه اینم که یه مشتق حاصل ضرب این تیکش که میشه جی پریم ایکس ضرب در الین اف ایکس. خب بعد باید جی ایکس رو ثابت بگم ضرب در الین اف ایکس کنم که میشه جی ایکس ضرب در اف پریم ایکس تقسیم بر اف ایکس. این تیکم که ای به توان الین اف ایکس دوباره میشه خود اف ایکس به توان جی ایکس. خب این ایده کلی رو من میخواستم بگم. اولا این فرمولی که اینجا وجود داره من خودم هم حفظ نیستم، هیچ وقت هم اینطوری مشتق به یه چیز رو حساب نمی کنم. اصل ماجرایی که شما از این اسلاید باید یادتون بمونه این تیکه است، همین خط اول، که اگر یه تابعی به توان یه تابعی خواستید مشتق بگیرید اون اولیه رو بنویسید ای به توان النش و بعد مشتق بگیرید. خب اگر که این اسلاید رو متوجه نشدید هیچ مسئله نیست، فقط این ایده رو یادتون بمونه. الان تو مثالا میبینیم که چجوری این ماجرا بهمون کمک میکنه. به عنوان مثال بذارید من قبل از اینکه مثال پیچیده بخوام بزنم یه مثال بذارید ساده تر بزنم، بعد این مثال یه ذره پیچیده تر رو براتون بزنم. ببینید فرض کنید که من میخوام مثال مشتق خود x به توان x رو حساب کنم. خب مشتق خود x به توان x رو بخوام حساب کنم چه اتفاقی میفته؟ خب ببینید با این از همون شرایطی که من هم پایم x داره هم نمام x داره. برای اینکه از شر این ماجرا خلاص بشم اینو مینویسمش d به d x e به توان x ln x. خب در حقیقت من ای به توان ln x که میشه خود x، پس این میشه کل اینه باید میشه x به توان x. حالا کاری که میکنم اینه که خب الان دیگه ای به توان یه تابعی از x رو باید مشتق بگیرم، با قاعده زنجیره‌ای میتونم راحت مشتق بگیرم. این مشتقش در حقیقت میشه مشتق x به توان ln x ضرب در ln x ضرب در مشتق ای به توان یه چیز که میشه ای به توان خودش دیگه. خوب این مخصوص من میتونستم اینو هر پایه‌ای به جز ای هم انتخاب کنم، ولی مخصوصا اینو در پایه ای انتخاب میکنم که این مشتق خوشگل بشه، این نخوام چیز اضافه بنویسم. جور دیگه هم بنویسید به همین جواب میرسید، ولی مخصوصا من اینو از ای استفاده میکنم که اینجا خوب پیش بره ماجرا.
خب پس طبق قاعده زنجیره میشه مشتق این تابع توییه که ایکس ال ان ایکس ضرب در مشتق ای به توان یه چیزی که میشه خودش. اوکی خب حالا از ایکس ال ان ایکس باید من مشتق بگیرم، ایکس ال ان ایکس مشتقش میشه ال ان ایکس به علاوه، در حقیقت از ایکس مشتق بگیرم ضرب در ال ان ایکس کنم میشه ال ان ایکس، از ال ان ایکس مشتق بگیرم ضرب در ایکس کنم میشه ایکس تقسیم بر ایکس ضرب در ای به توان ایکس ال ان ایکس. خب پس نتیجه ماجرا توی پرانتز که میشه یک به علاوه ال ان ایکس، ای به توان ایکس ال ان ایکس هم که خود ایکس به توان ایکس بود دیگه، مثلا من همین جا شروع کردم دیگه. اوکی پس در حقیقت این میشه ایکس به توان ایکس. عرض به خدمت شما بچه ها، یکی از بچه ها پرسیده چه اینجا اینو ضرب کردید؟ ببینید این به خاطر خاصیت توان بود دیگه، من اگه اینو میخواستم چیز کنم بذارید من اینو یه خط بیارم پایین تر که یه بار توضیح بدم اینو، اینو راستش به خاطر توان باید مسلط باشید دیگه، این تیکش درس جدید نبود و باید بلد بودید. این میشه چی؟ این میشه دی به دی ایکس ای به توان ln ایکس به توان ایکس. اوکی این جهت تنویر افکار عمومی به قول معروف. خب این ایکس شد، ایکس توی یه رو نوشتم ای به توان ln ایکس. اوکی خب این ای به توان ln ایکس به توان ایکس وقتی یه چیز یه توانی به یه توان میرسید میشد، من فقط کافی بود این دوتا نماها رو تو هم ضرب کنم دیگه، پس میشه دی به دی ایکس ای به توان ایکس ln ایکس. اوکی و حالا مشتق ای به توان، یعنی الان این ترکیب تابع ایکس به و تابع ایکس ln ایکس. خب خب مشتق ایکس که میشد خودش، مشتق ایکس ln ایکس هم که اینجا نوشتن دی به دی ایکس ایکس ln ایکس. خب و حالا دی به دی ایکس ایکس ln ایکس که حالا این یه قاعده ضرب دیگه، یه ln x به ام میده، یه x ضرب در مشتق ln که یک x رو میده که نهایتا میشه یک به علاوه ln x ضرب در x به توان x. مثلا بیایید فرض کنید که من دی به دی تی سینوس تی به توان ln t رو میخوام حساب کنم. خب برای اینکه این کارو بکنم دوباره سینوس تی ln t رو مینویسم ای به توان ln t ضرب در ln سینوس t. خب بنابراین باید مشتق این تابع نما رو حساب کنم ضرب در مشتق ای به توان یه چیزی هم که میشه خودش سینوس تی ضرب در ln تی رو دوباره اینجا نوشتم. اوکی حالا مشتق نما دیگه راحته دیگه، میشه ln تی مشتق ln تی که میشه یک تیوم ضرب در ln سینوس تی به علاوه ln تی ضرب در مشتق ln سینوس تی که ln سینوس تی هم که مشتقش میشد کوسینوس تی تقسیم بر سینوس تی. پس کلن این رابطه یه پرانتز هم این بیرون لازم داره میشه این عدد ضرب در سینوس تی به توان ln تی. اوکی فرض کنید من مشتق ln اف ایکس رو بخوام حساب کنم، خب این باز طبق قاعده زنجیره‌ای میشه ln میشه ln پریم اف ایکس ضرب در اف پریم ایکس. خب مشتق ln که میشه یک تقسیم بر f x ضرب در f پریم x که میشه f پریم x تقسیم بر f x. پس مشتق ln یه تابع میشه مشتق اون تابع تقسیم بر خود تابع. اوکی در حقیقت این چیزی هم که اینجا الان بودش اینطوری بود دیگه، من اینجا مثلا ln سینوس t میخواستم مشتق بگیرم، خب ln سینوس تی میشه مشتق سینوس تی که هست کوسینوس تی تقسیم بر خود سینوس تی. خب در واقع از این که میخواستم مشتق بگیرم شد اینجا ln تی هم که اینجاست، اینم که قاعده ضرب به جمع یعنی تبدیل مشتق ضرب بود دیگه. و آخرین گزارم که من الان اثبات نمیخوام بکنم و باید بدونیدش به دردتون میخوره این قضیه است که میخوام بهتون بگم. ببین من اون اول گفتم ای عدد بزرگتر از یکه، به طور حتی از دو هم بزرگتره، ولی به طور خاص چون بزرگتر از یکه پس لیمیت x به سمت بی نهایت بره ای به توان x میشه بی نهایت،
یعنی من توی اون تاب نمایی ها در حقیقت این الان چهار تا گزاره‌ای که دارم میگم همون چیزیه که تو تاب نمایی ها برای لوگاریتم تو پایه یه عدد و آ به توان x دیدید. این چون ای بزرگتر از یکه، بذارید رو همون نقاشی ها نشون بدم این گزاره خیلی ساده تره. این چون ای بزرگتر از یکه، وقتی که x به سمت بی نهایت بره ای به توان x هم به سمت بی نهایت میره، وقتی به سمت منفی بی نهایت بره ای به توان x به سمت صفر میره، و برای LNش چون دوباره بزرگتر از یکه، وقتی x به سمت صفر بره LNش به سمت LN به سمت منفی بی نهایت میره، وقتی x چون ای بزرگتر از یکه، وقتی x به سمت صفر مثبت بره ln به سمت منفی بی‌نهایت میره، وقتی که x به سمت مثبت بی‌نهایت بره ln هم به سمت مثبت بی‌نهایت میره. اون اسلاید آخر فقط داشت به کل کاری که داشتش این بود که a بزرگتر از 1 براش چه اتفاقی میفته. باشه این شکل رو من الان فهمیدم که یه ابهامی داره، بذارید برای اینکه ابهامش برطرف بشه در حقیقت این سه رنگ آ بزرگتر از یکن، این سه رنگ آ کوچیکتر از یکن. من چیز شدم که معلوم نبودش که شاخه آ کدومه. بذارید پس برای ای به توان فلانم بگم، باز دوباره این سه رنگ برای آ بزرگتر از یکن، این سه رنگ برای آ کوچیکتر از یکن. خب خیر انشالله. من چیزی که میخواستم بگم و گفتم. خسته نباشید، اگه دوستان سوالی دارن من برای سوالا در خدمت دارم، ولی کلاس تموم. خب مانی محمودی بفرمایید. سلام. اصلا من دو تا سوال داشتم. یکی این که شما گفتید که اگه ما جی ایکس زب در وای داشته باشیم، بگیم مساوی میشه با جی ایکس به علاوه جی وای، میدونیم که این برای تابع لوگاریتمیه. این تا جایی که ما میدونیم اینجوری یا نه در واقعیت کلن هر تابع همیشه همینطوره؟ تابعی نه، همیشه همینطوره. یه شرط پیوستگی هم داره و راستش یه شرط، یعنی رو دامنه عدد مثبت هم باید تعریف شده، ولی فقط پیوستگی رو دیگه بیشتر لازم داره. یعنی هیچ تابع شناخته شده دیگه نیستش که حرکت نه شناخته شده نه شناخته نشده، هیچ چیز دیگه نیست. یعنی یا صفر جواب همچین چیزی، یا اگر پیوسته باشه حتما لوگاریتم توی پایه‌ای. گرفتم. بعد یه چیز دیگه راجع به این تابع نمایی که ما گفتیم منفی نمیتونه باشه، خب ما نمیتونیم منفی رو توش تعریف کنیم ولی اصل تمامیت توش نباشه. یعنی مثلا ما بگیم دخلمون میاد. نه حالا ولش کن دیگه، ریاضیدانا تعریف نکردن. الان ما تو ریاضی یک بشیم تعریف کنیم خودمون خودتون رو بیچاره کنیم. نه خب فکر میکنم مثلا همون مثبتش رو بگیم. نه قصه چالش جدی داره، یعنی اینقدر چیز ساده ای نیستش. گرفتم، مرسی. خواهش کنم. سنا منصوری بفرمایید. سنا منصوری من صداتون رو ندارم. اگر صدای شما مشکل داره میخواید علیرضا قربانی فعلا صحبت کنه تا سنا منصوری صداش درست شه. علیرضا قربانی استاد صدای من هست؟ بله بفرمایید. صدای من هست؟ بله بفرمایید. صدای من نیست؟ سلام. یه لحظه صداتون قطع شده. بفرمایید. بخش یه جا یه بار دیگه اونجا اون اثباتی که گفتید جی آ ب مساوی جی آ به علاوه جی ب، اینو اثبات درست کردید که قطعا این یه لوگاریتم باید داشته باشه. یه بار دیگه اون اسلاید رو میارین؟ الان میارم خدمتتون. کوشش در حقیقت این اسلاید بود دیگه که من ثابت کردم جی آب حتما هست یه جی هست جی آب علاوه جی بی. آها درست. با تعریف اینو ثابت کردم. تعریف جی اینو ثابت کردم. بله درست. تعریف جی هم این بود که همون آ اچ منهای یک حد. آره این حد. آ اچ منهای یک. آره دیگه اون تعریفش بود. بعد یه چیز دیگه هم اون من یه تیکه اینترنتم قطع شد. اونجا که ثابت کردید ln x مساوی 1 x اون میشه مشتقش. بله مشتق. خب ln در حقیقت
پوشش جلوتر بود فکر کنم. ببین ای تابع اکس و تابع ال ان وارون همان دیگه. خب اگه با هم ترکیبشون بکنیم خب پس میشه خود ایکس، یعنی ای به توان ال ان ایکس میشه خود ایکس، خود ایکس درست. حالا از ایکس مشتق بگیریم که میشه یک، درسته؟ درسته. از ای به توان ال ان ایکس مشتق بگیریم میشه مشتق ال ان ضرب در مشتق تابع ایکس تو نقطه ال ان، درسته؟ آره بله درست. خب دیگه پس میشه x ضرب در مشتق ln، پس مشتق ln هست یک تقسیم بر x. درسته بله. خب بعد سنو یه دیگه اونجا که آنجا بفرم سینوس x رو ببخشید بگو بگو ادامه بدم. آره آره اونجا که سینوس x شد تانجانت x، ln سینوس x مشتقش رو تانجانت x. بله ln کوسینوس x البته. آره درسته. خب ببین قدر مطلق کوسینوس این اگریه. چی؟ ببین اینجا این تابع هست ترکیب ln قدر مطلق و تابع کوسینوس. ln قدر مطلق رو که الان ثابت کردیم که مشتقش میشه یک ایکسوم، همه جا مشتقش یک ایکسومه، تو اسلاید قبلی ثابت کرده بودیم. خب علیرضا قربانی میکروفونش قطع شد. ما ثابت کرده بودیم ln قدر مطلق x همواره مشتقش هست یک x هم. پس ln قدر مطلق مشتقش هست یک تقسیم بر کوسینوس x. مشتق کوسینوس هم که هست منفی سینوس، پس میشه منفی سینوس تقسیم بر کوسینوس که همون منفی تانجانت. حله؟ مرسی ممنون. خب سنا منصوری شما درست نشد میکروفونتون؟ اگر درست نشد بریم پویا شمسی پور. سلام استاد، خسته نباشید. ممنون، بفهمید. ببخشید من اونجا که گفتید ما جی ای رو تعریف میکنیم، خب این شما چرا اصلا همچین جی ای رو تعریف کردین؟ یعنی کجا رفتید؟ میخواستم مشتق حساب کنم. نه ببین تعریف خب دقیق دقیق این ماجرا، ببین تعریف دقیق دقیق این ماجرا با انتگراله. اگه من بخوام همه چی رو درست تعریف کنم باید برم سراغ انتگرال، به خاطر همین نرفتم، گفتم اینو فعلا از من قبول کنید که این حد وجود داره و یه چیز خوبیه. خب در حقیقت اینجا که من این آقای جی رو تعریف کردم، و اینکه اینو چه اینطوری تعریف کردم که معلومه، این که من میخوام مشتق بگیرم از آب توان x تو نقطه صفر، قشنگ گفتم دیگه، این هست آب توان h منهای آب توان صفر تقسیم بر h، این مشتق آب توان x تو نقطه صفر. خب یعنی تعریف این معلوم بود چرا من اینو تعریف کردم، ولی من می‌خواستم بگم که من برای اینکه همه این چیزا رو بسازم فقط نیاز دارم که مشتق تو نقطه صفر بدونم، در همین یه چیز بیشتر لازم ندارم. اینو از من قبول کنید، من دیگه همه باقیشو ثابت می‌کنم برات. آها اوکی. آه و اینو ثابت کنم جی آس، بعد ثابت کنم جی حتما باید یه چیز ال ان ای باشه و ما بقیه ماجرا. کتاب با انتگرال تعریف کرده عملا، منتها بدونی که اسم انتگرال بیاره، من از این کار خوشم نمیاد، یعنی ترجیح دادم خیلی صادقانه بهتون بگم یه چیزی رو بپذیرید به جایی که زیر زیرکی از انتگرال استفاده کنم. خب و حالا چرا حل کتاب چه این هر دوتاش اوکیه، مشکل نداره.